قبل از انقلاب مسائلی در مورد آموزش و پرورش education به اصطلاح انگلیسی مطرح میشد و خب از یه طرف این جنبه سیاسی داشت، یعنی کسانی که مخالفت میخواستن بکنن با شاه، اینها یکی از چیزهایی رو که پیش می‌کشیدند همین مسئله آموزش پرورش و مسئله حوزه‌های علمی و اینا. و اولین بارم در این زمینه من گمون می‌کنم شریعتی بود که به هر حال بزرگ کرد مسئله تعلیم و تربیت در حوزه‌های علمی رو. ولی این قضیه به یه صورت خیلی شدیدتری در دهه 50 آغاز شد و کسانی مثل دکتر نصر و همچنین کسانی که به هر حال میگفتن آنچه خود داشت، مثلا نراقی یا شایگان یا کسانی که میگفتن که آقا ما باید این چیزهای فرهنگی خودمون رو حفظ بکنیم، اون سنت‌های فرهنگی خودمون رو حفظ بکنیم، روش‌های آموزش پرورشی که در قدیم داریم این رو ما نباید فراموش بکنیم و ازش غفلت بکنیم و حتی باید یه کاری بکنیم که یه جور پیوندی ایجاد بشه بین، البته اینو من جاهای دیگه هم گفتم، این مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها واقعاً یه حرکتی بود که قبل از انقلاب آغاز شد. کسانی بودن که پیش از انقلاب در دانشگاه تهران اینها چیز داشتن که ما به هر حال باید از سرمایه های خودمون، از علوم خودمون، از فلسفه خودمون استفاده بکنیم. دکتر یحیی مهدوی در دپارتمان فلسفه وقتی که فلسفه درس میداد، در این حال این بهترین تحقیقات رو راجع به آثار ابن سینا کرده، در همون قبل از انقلاب این چاپ شده، هنوز هم یکی از اسناد معتبر ماست. یا مثلا فرض کنید علی اکبر سیاسی که رئیس دانشگاه بود، این کتاب می نوشت راجع به روانشناسی ابن سینا. و یا دکتر صدیقی، غلام حسین صدیقی که جامعه شناسی درس می داد، این می مد مثلا فرض کنید اون کتاب ادیان ایرانی در قرن اول دوم رو می نوشت. اصلا تز دکتریش این بود و حتی سعی کردن که اشخاصی رو که به هر حال در حوزه های علمیه اینها استادای خوبی بودن و می تونستن بیان در دانشگاه ها تدریس بکنن، اینها رو دعوت بکنن ازشون بیان. و لذا هم در دانشکده ادبیات هم دانشکده الهیات اشخاصی اونجا میمدن تدریس میکردن که در حوزه ها هم اینها تعلیم دیده بودن و پرورده شده بودن در حوزه ها. و خب در رشته هایی که مربوط میشد به یه نحوی به درس های دانشگاهی، مثلا فقه یا فلسفه یا مثلا الهیات، کلام، اینها چیزهایی بود که به هر حال استفاده میکردن از وجود اینجور استادان. حتی برای آموزش عربی در دپارتمان های عربی هم از اینها استفاده میشد. بنابراین هیچ گونه ضدیتی به اون صورت قبل از انقلاب نبود و این حرکت پیوند حوزه و دانشگاه قبل از انقلاب، در 15 سال قبل از انقلاب، 20 سال حتی قبل از انقلاب آغاز شده بود و این کار صورت داشته بود و به یه صورت خیلی جدی و به هر حال با
رعایت استانداردها. بالاخره هر کسی توی که توی حوزه حتی معلم بود این نمیتونست بیاد دانشگاه درس بده و به هر حال سعی میکردن که امتحانی ازشون بکنن یا مثلا یه چیزی بنویسن، یه رساله‌ای بنویسن که ببینن که واقعا این آیا از عهده این کار بر میاد بیاد توی دانشگاه یا نمیتونه بر بیاد. به هر حال این سابقه اسلامی شدن دانشگاه میخواستم بگم که یه چیزی بود که در قبل از انقلاب به یه صورت خیلی جدی و خیلی صحیح و سالم داشت انجام میگره. ولی از اون طرف به هر حال مسائلی مطرح شد، کسانی که هم کسانی که مخالفت داشتن میکردن با شاه، هم کسانی که داشتن به هر حال شعار آنچه خود داشت و ما باید برگردیم به سنت‌های خودمون، ما باید توجه داشته باشیم به هر حال ما که از زیر بوته به عمل نیومدیم که علم در این مملکت که یه چیز تازه نیستش، که ما یه کشوری آفریقایی کنگو که مثلا ما نیستیم که بگیم ما هیچی نداشتیم مثلا یه دفعه همه چیزی رو بخوایم از غرب وارد بکنیم. ما به هر حال یه سوابقی داریم و حتی مثال میزه میگوتم آقا اگر در اروپا اون چیزی که تبدیل به دانشگاه شد واقعا اینا از همون چیزهای مثل حوزه های علمیه قدیم مسیحی بود که اینا همینطور اومد جلو و یه حرکت پیوسته بود و به هر حال گسترش پیدا کرد و به این صورت که امروز هست در اومد. و ما هم نباید چیز بکنیم، ما هم نباید فراموش بکنیم اون گذشته رو. و اشخاصی بودن که به هر حال در رجل سیاسی بودن و به هر حال به این موضوعات توجه می کردن، مثل فرض کنید فخرالدین شادمان که یه کتابی داره به نام تسخیر تمدن غربی. این حرف ها بود. ولی در قرن در چیز در دهه 50 یه مسئله ای که مطرح شد که اون ادویکیشن، یه دفعه ادویکیشن اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و دکتر نصر و کسانی مثل هادی شریفی و اینا و کنفرانس های برگزار شد و حتی یه مقدار هم جنبه های بین المللی به خودش گرفت که آقا به هر حال این تعلیم و تربیت اسلامی چیه، ما باید رجوع کنیم به این تعلیم و تربیت اسلامی. من درست یادمه که یه کنفرانسی هم حتی در حجاز، نمیدونم حالا کجا، جده بود، مدینه بود، کجا بود که این کنفرانس تشکیل شد. من نرفتم البته، در اون کنفرانس شرکت نکردم، ولی دوستان رفته بودن. در ایران هم این صحبت ها بود مثلا دیدم. و یکی از حوادثی که رخ داد در همون دهه 50، نمیدونم 1354 بود، 53 بود، نمیدونم کی بود دقیقاً، ایوان ایلیچ رو دعوت کردن. دکتر نصر دعوتش کرده بود، ایوان ایلیچ رو اومد و در دانشگاه تهران. در ایوان ایلیچ کسی بود که در سال 1971 کتاب دی اسکولینگ سوسایتی رو نوشت. دی اسکولینگ سوسایتی به اصطلاح آموزش و پرورش بدون مدرسه، حالا بگیم عنوان کتابش بود، و انتقادهایی میکرد از مدارس و تعلیم و تربیتی که روش تعلیم و تربیت مدارس غربی، و معتقد بود که به هر حال اینها داخل، یعنی آموزش پرورش طوری است که بچه‌ها وقتی که وارد مدرسه میشن یه محدودیت‌هایی براشون ایجاد میشه و دیدشون تنگ میشه و حتی آموزششون مختل میشه، و یکی از کارهایی که باید انجام بگیره این است که این یه جهات خارج از مدرسه هم میتونه در تعلیم و تربیت مؤثر باشه و باید مدارس طوری بشه که بتونن از اینها هم استفاده بکنن، به خصوص در خونه. در خانه است که بچه میتونه خیلی چیزا یاد بگیره از پدر و مادرش. اینا و انتقاد میکرد به هر حال از این در زمینه پزشکی هم یا انتقادهایی داشت که
مدیکال نمسیس یه همچی چیزی نوشته بود، کتابش بود در زمینه پزشکی که این سیستم پزشکی غرب و بیمارستان ها و اینجور چیزا و شرکت های دارویی و به هر حال انتقادهایی که ایوان ایلیچ میکرد. خب در غرب ایوان ایلیچ خودش اتریشی بود ولی در به انگلیسی مینوشت، در آمریکا خیلی شهرت پیدا تا حدودی شهرت پیدا کرده بود و اینو دعوت کردن اومد تهران، دانشگاه تهران. و اون شب من رفته بودم، اتفاقا شبش هم مهمونی داد آقای جیم جورج که سفیر کانادا بود در ایران، شب خونش مهمونی داد، خیلی ها بودن، دکتر کربن بود، دکتر نصر بود، خود همین این ایوان، به مناسبت ایوان ایلیچ 30-40-50 نفر شب دعوت کرده بود همین تو الهیه. به هر حال من خصوصی و شخصی هم با ایوان ایلیچ همون شب صحبت میکردم، چون با یه ماشین داشتیم ما حرکت میکردیم میرفتیم اینا، صحبت اون به کنار. ولی من از همون زمان زیاد با ایوان ایلیچ چیز نداشتم. ببینید و بعدن حتی نظرم نسبت بهش یه مقدار منفی بود. منفی نه از جهت این که به طور کلی مثلا قبول نداشته باشم اون حرفایی را که میزد، نه. ببینید ما یکی از چیزهایی که سنت گرایان توجه نداشتن متاسفانه این است که شما یه وقت هستش که در فرض کنین انگلستان نشستید، در واشنگتن نشستید، در پاریس نشستید و دارید از سیستم مثلا آموزش و پرورش غربی دارید یا از دانشگاه ها دارید انتقاد میکنید. خب این خیلی فرق میکنه با انتقادی که شما ممکنه در مثلا در یک کشور که هنوز مثلا توسعه بده. ما مگه چند تا دانشگاه داشتیم؟ تازه دانشگاه تهران از عمرش مثلا در دهه 50 چقدر داشت میگذشت؟ 30-40 ساله این دانشگاه تازه داره شکل میگیره، هنوز یه نهال جوانیه. و دانشگاه های دیگه مثلا دانشگاه ملی که بعداً اسمش عوض کردن، این مگه چی بود؟ این در سال 1342 اینطورا ساخته شد. ما هنوز دانشگاه اونطور نداشتیم. من پدرم به مدرسه نرفت، من اولین نسلی بودم که به مدرسه میرفتیم. مدرسه یه چیزهای جدیدی بود توی جامعه ما اومده بود و ما نمیبایست بیایم ما انتقاد بکنیم از مدرسه. ما باید از بیسوادی انتقاد میکردیم. ببینید به نظر من حرکت مهم رو شاه داشت میکرد که سپاه دانش داشت درست میکرد، سپاه بهداشت داشت درست میکرد، داشت رفع بیسوادی میکرد، با بیسوادی مبارزه میکرد، دهات رو میرفت سعی میکرد مردم رو باسواد بکنه و به اصطلاح آموزش و پرورش رو داشت میبرد به سراسر کشور. اون حرکت درست بود، نه اینکه مثلا این کسانی که میمدن انتقاد میکردن و جهت این انتقادهاش هم به سیستم آموزش و پرورش جدید، یعنی اون چیزی بود که در غرب بود. و به هر حال به نظر من همون موقع این موضعی که اینا میگرفتن. بعدم آموزش و پرورش اسلامی یعنی چی؟ آموزش اسلامی خودشون هم به نظر من نمیدونستن چی دارن میگن. و به هر حال این حرف ها بود، این صحبت ها بود و تا اینکه انقلاب شد و این حرف ها، این انتقاد ها، این بازگشت به نمیدونم به حوزه های علمیه، به نمیدونم این دیگه اومد وارد یه فاز جدیدی شد، اومد اصلا اومد بخشی از ایدئولوژی انقلاب شد. و یعنی ببینید من همواره چیز کردم، گفتم این جاهای دیگه هم گفتم، ببینید
یه وقت هستش که یه استاد فلسفه میاد توی کلاس فلسفه‌ای که مثلا 7-8 نفر نشستن، میاد مثلا فرض کنید از فلسفه غرب مثلا به طور کلی انتقاد میکنه. یه وقت هستش که نه، این حالا این آقای استادی که زمانی که در دانشگاه برای 7-8 نفر میشست حرف میزد و انتقاد میکرد از فلسفه، این حالا میاد میشینه در یه جمعی که دوربین ها هم هست و بعد این به صورت خیلی وسیعی در رسانه ها پخش میشه و بعد جهتگیری بعضی از رجال سیاسی و در نهایت بخشی از ایدئولوژی اون کشور میخواد بشه و برنامه ریزی ها میخواد حالا بر اساس این حرف ها تنظیم شکل بگیره. ببینید خطر هیچ موقع حرف های آقای دکتر فردی خطرناک نبود تا موقعی که توی دانشگاه بود، خیلی هم خوب بود، ولی وقتی که آقای دکتر فردی اومد ریش گذاشت و اومد به عنوان بخشی از ایدئولوژی اسلامی اومد وقتی که صحبت کرد و انتقاد کرد از غرب و غرب زدگی و دیگه، این دیگه واقعا یه صورت دیگری به خودش گرفت، این دیگه یه ابعاد دیگری این به خودش گرفت. کسانی هم که در مورد آموزش پرورش اسلامی در قبل از انقلاب حرف می‌زدن به همین صورت بود، اونها به هر حال حق داشتن بگن که از انتقاد بکنن از آموزش پرورش جدید، ولی وقتی که این اومد یه دفعه منجر شد به اینکه حالا ما دانشگاه‌ها رو ببندیم، حالا ما بیایم یه برنامه‌ریزی جدیدی برای کل دانشگاه‌ها بکنیم، تا دیروز مثلا یه نفر که میخواست متالورگ بشه، یه نفر که میخواست مثلا مهندس مکانیک بشه باید این درس ها رو میگرفت، حالا این چجوری ما یه مکانیک مسلمون مثلا یه اسلامی حالا در مهندسی مکانیک اسلامی مثلا داشته باشیم، یا اینه دیگه، یا مثلا فرض کنیم متالورگ اسلامی، متالورگ اسلامی دیگه این چیزی نبود که از اول، یعنی قبل از انقلاب هم یه همچی صحبت هایی نبود. دانشگاه ها وقتی که تعطیل شد یه عده‌ای اومدن همین زمزمه ها رو کردن. در ستاد انقلاب فرهنگی یه بخش از ستاد انقلاب فرهنگی کسانی بودن، یه نفر بود به نام مهندس سرزمین که این سرزعیم، این گروه های مختلف رو اومد تشکیل داد برای برنامه ریزی دانشگاه ها که هر رشته ای رو اومد صدا کرد و از اعاظم اون رشته صداشون کرد، گفتش که خب حالا چه برنامه هایی شما دارید؟ مثل این که مثلا تا اون لحظه دانشگاهی ما نداشتیم، ما مهندسی هم تربیت نکرده بودیم، پزشک تربیت نکرده بودیم، نمیدونم در علوم انسانی تا حالا کاری نکرده بودیم، حالا تازه میخواستیم یه مهندس سرزنیم.